یه سری صداها هست که خیلی معروفه، مثل صدای عادل فردوسی پور، مثل صدای این کسایی که مستند میگن. من میخوام شما خواهش کنم یکی دو تا صدایی که به نظر خودتون بهترین صداهایی که شما میتونید تقلیدش کنین رو به ما نشون بدید. البته که صدای گوینده همش قابل اجرا هست، منتها تو وقت ما نمی گنجه. یکی دو تا از کسایی که شما فکر میکنین تواناتری، یعنی فکر میکنین من یه مقدار صدای خودم رو تو مانیتور داشته باشم بیشتر بشه؟ میشه داشته باشه. آره میشه. اینجا صدا بردار داریم حرفه‌ای، احسان بقا همین شبیه... میکروفون هاچف آندرس هم خوب با هم نم... آره یه مقدار صدای این تو مانیتور شد. آره شد. یک مستند تحت عنوان حس برتر یا راز بقا. ماره پیتون 9 متری سلطان بلامنازه جنگل های آمازون. حرکت این ماره بوم در این جنگل باعث ایجاد رعب و وحشت می شود. پرندگان با دیدن مار سراسیمه به آسمان پرواز می کنند. ماره بوها حرکت خود را ادامه می دهد و گوریلی بزرگ با دیدن مار با ایجاد صدای مخوف خانواده خود را از این خطر آگاه می کند. یه مستند یه مستند مثل مستندی تحت عنوان راه ابریشم، جاده ابریشم، مسیری تجاری و بازرگانی و کهن. مارکوپولو در خاطرات خود می نویسد جاده ابریشم را که در مینور دیدم به سازمان صدا و سیما رسیدم. آنجا به استودیو جام جم و برنامه دوستان آمدم و با کیوان خوش میشه. شما با شهرام نیکیار آشنایی دارید از قبل؟ بله، شهرام نیکیار حتی زمانی که کچل بود رفیق من بود، حتی الان که مو کاشته دونه هوار تومن. آره چون با هم مچید، خیلی با هم هماهنگ. یه ویژگی که من فکر می‌کنم هر دوی شما تو کار بداهه بسیار توانه است. شهرام که اصلا عالی، بداهش فوق‌العاده. شما فکر می‌کنم این توانایی با هم. بله، ما با شهرام نیکیار حتی یه سفر داشتیم به افریقا، یه سفر توریستی خیلی قشنگ بود که من حتی یه خاطرم از اونجا میتونم براتون بگم. یادت هست؟ خندیدم، مثل اینکه یه خبرایی. در اواسط ماه اکتبر همزمان با کوش دست جمعی گوزهای وحشی به قسمت‌های پرعلف این صحرا، یک بار دیگر توریست‌ها برای دیدن شکار تمساح‌ها می‌آیند. آقا ما می‌خوایم شما با یه صدا در چند ثانیه خدافظی کنید. یک صدا؟ آره، یه صدایی که همه بشناسن. همونطوری که اینا همه می‌شناختن همون تا همه بشناسن. خیلی تمام آخرشه. بخونم بازم براتون؟ نه، این کوتاه، در حد 5 6 ثانیه. فقط خدافظیتون. فقط خدافظی می‌کنم. من خیلی خوشحال هستم از اینکه تو این برنامه فرصت شد حضور پیدا کردم و دوست دارم این پیام رو به بیننده های عزیز بدم که خندیدن و شاد شدن بسیار برای انسان مفیده. دامن شادی چو غم آسان نمی آید به دست، پسته را خون می شود دل تا لبی خندان. صدا دیدرز خیلی متشکرم، ممنون. من خدافظی می کنم. خدا نگهدار. متشکرم.